سلام و عرض ادب، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. یکی از دوستان عزیز از من خواستن که من راجع به ETF یه مقدار توضیحات بیشتری بدم و اینکه اصلا اساساً ETF چی هستش و چگونه اون ارزش گذاری میکنن و در واقع چگونه اونو ایوالویت میکنن که بتونیم بهترین ETF ها رو برای ترید انتخاب بکنیم. همونجور که من در کلاس قبلی توضیح دادم خدمتتون، در واقع اگه بخوام به صورت خیلی ساده توضیح بدم، اگر ما بیایم مثلا ETF S&P 500 که خودش در واقع یک معدل از 500 تا شرکتی هستن که در یک گروه قرار دارن، اون گروه رو اسمشون رو داشتن Standard and Poor 500، یعنی حالا این اسمی که براش قرار داده که گذاشتن، 500 تا شرکت رو به صورت یک مجموعه در نظر گرفتن، اسم رو گذاشتن Standard and Poor 500، به صورت به اختصار S&P 500 گفته میشه. میانگین حرکتی اونها بر اساس در واقع بزرگ و کوچک بودن مارکت کپ، یعنی در واقع اون ارزش عرضه و تقاضایی که اون شرکت ها دارن، میانگین حرکتی این نمادها، این سهام ها در واقع میشه اون S&P 500، اون چیزی که ما شاخصه‌ای که بررسی میکنیم، شاخصی که از مهمترین شاخص های دنیای به آمریکا S&P 500 هستش. حالا نمیشه خود ایندکس مثل S&P 500 و نزدک و راسل و چیزهای دیگر رو در واقع به صورت مستقیم ترید کرد. میان در واقع یک وجهی رو میذارن، شرکت ها و مؤسسات مانی منیجمنت یک وجهی رو میذارن، یک وجه بسیار بزرگی رو، امکان داره چند ده یا چند صد میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن زیر نظر دولت، زیر نظر بانک در واقع مرکزی و یا وزارت ECC Security Exchange، بذاریم من دقیقا مخففش رو پیدا بکنم خدمتون عرض بکنم، sec.gov هستش. عرضم به حضورتون که زیر نظر اونها میان خریدهایی رو انجام میدن، عیناً تمام اون 500 تا سهمی که در اون مجموعه هستش رو خریداری میکنن به همون ترتیب و دقیقا معادل سازی میکنن و بعد شما میتونید روی اینها ترید بکنید. خب هرچی قدمت این بیشتر باشه، یعنی مدت زمان بیشتری در مارکت بوده باشه، 3 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اعتبارش بیشتر هستش و هرچه حجم نقدینگی که برای خرید این سهام در نظر گرفته شده باشه بالاتر باشه، ارزشمندتر هستش. مثلا الان میخوام به طور مثال بریم چنین چیزی رو با هم چک بکنیم. یه لحظه اجازه بدید من سعی میکنم که با هم SPY رو بررسی بکنیم ببینیم چگونه هستش. نگاه میکنید SPDR S&P 500 ETF Trust، وقتی که این رو میخواییم با هم بررسی بکنیم نگاه میکنیم یک رقمی معادل 274 ممیز 48 ببخشید 45 بیلیون دلار، یعنی یه چیز قریب به 275 میلیارد دلار بودجه هستش که برای این ETF در نظر گرفته شده. موارد بعدی که حالا در ادامه خواهم گفت و در واقع در درس اول بود، این میزان هزینه هستش که شما باید بابتش بپردازید. به ازای این سهم در هر سال یک مبلغ بسیار بسیار جزئی باید بپردازید که اینجا مشخص شده. چیزی که بعد خیلی مهم هستش که نگاه بکنید، این هولدینگ هستش که انجام شده. نگاه میکنید 99.6% در واقع همون سهام های استاک ها هستن و اینجا ریزش رو گفته شده که چی هستش که شما میتونید بعد بیایید به این صورت ببینید که کارهایی که انجام شده کدوم هستن. تاپ 10ش رو اعلام کرده که تاپ 10 در این در واقع ETF تاپ 10ش این نمادهایی هستن که میبینید و به ترتیب حجمی که در واقع خریدار شده اینجا مشخص شده. خب پس خیلی مهم هستش که ما اول ببینیم اون در واقع کپیتال یا پولی که گذاشته شده چقدر هستش و در واقع در زیر گروهش چه چیزایی قرار داره. امکان داره حالا ما مثلا اینجا ETF S&P 500 داریم، امکان داره ما ETF هلسکر داشته باشیم، یعنی یک مجموعه بیاد در واقع بگه من سهام‌هایی رو که در زمینه هلسکر دارن کار میکنن و میخوام ETFش رو بررسی کنم و در نظر بگیرم، میاد 15 تا 20 تا 30 تا در واقع نمادهای هلسکر مثل حالا مثل
یادم رفت، خیلی راحت، گیلد، مثل گیر، مثل فایزر، اینها رو بررسی بکنن، در کنار هم قرار بدن و در واقع یک سبدی رو تشکیل بدن که ما ببینیم اگر مناسب و در واقع ایدئال برای استراتژی و سرمایه گذاریمون هستش ازشون استفاده بکنیم. یه بود خیلی مهم تکنیکال هم داره که اونها بعد چون هنوز تکنیکال کار نکردیم خدمتون عرض نمی کنم، در جلسات آتی که بحث تکنیکال مطرح بشه اون رو هم خواهیم داشت که ببینیم از اون منظر چگونه در واقع بررسی میکنیم. پس خیلی راحت من یه جنبندی بخوام بکنم، این هستش که توی ساماری توی یاهو فایننس الان مثلا همین SPY رو دیدیم. الان من یه نماد دیگر رو بخوام بررسی بکنم، مثلا نماد وو، باز متعلق به S&P 500 هستش. البته مؤسسه مالی ونگارد این رو در واقع اومده سرمایه گذاری کرده، نگاه میکنید رقمش بیش از 533 میلیارد دلار هستش. خب اینجا ببینید این اکسپنس ریشیوش 300 بود، یعنی هست قبلیه، من دوباره اون رو میارم نگاه بکنید 900. پس یه برتری نسبی فعلا در این زمینه اللحاظ هزینه وو به نسبت SPY داره. بذارین دوباره بیاد اینجا رو ببینید، این 900 رو ببینید، این 900 رو ببینید، حالا یه اذیت میکنه این در واقع اینجا رو عرض میکنم اکسپنس ریشیو 900 در صورتی که توی وو 300 هستش. این سال 2010 وارد مارکت شده و این یکی سال 1993. خب قدمت این یه چیزی بوده 17 سال ببخشید بیشتر از وو هستش، ولی خود وو هم از سال 2010 تا الان یه چیزی بوده 10 سال در مارکت هستش و در واقع اعتبار کافی خودشو داره. اگر من بخوام یه دونه دیگر رو بازمال S&P 500 خدمتون عرض بکنم، اگر اشتباه نکنم IVV هستش. باز دوباره نگاه میکنی یه رقم قابل قبول نزدیک 195 میلیارد دلار اینجا در واقع سرمایه گذاری شده. در سال 2000 این شرکت یا این ETF ثبت شده و هزینه که داره 0.03% سالیانه هستش. اینها میتونن خیلی براتون مفید باشن، ببینید چگونه هستش. مطلب بعدی که داره اینجا بعد از اینکه دیدین شاید چگونه هستش، در واقع هر چند ما زیاد نمیخوایم بخریم ولی در سرمایه گذاری های سنگین میتونه این لحاظ باشه. اوریج والیوم این 3.6 هستش، SPY قریب به 73 میلیون هستش و وو رو نگاه بکنین با 3.4 میلیون هستش. SPY یکی از قدیمی ترین ها هستش ولی یه اشکالی که داره در واقع این میزان هزینه هستش که باید بابتش پرداخته بشه. خب اینها رو شما میان ریز و واریز میکنین ببینین کدوم یکی برامون مقرون به صرفه تر هستش. همونجور که عرض کردم برای تعدادی که ما میخریم این حجم معامله، حجم والیوم کاملا قابل قبول هست، 3 میلیون خورده ای. فقط باید شما ریشیو و بقیه در واقع اکسپنس ریشیوش و بقیه مسائلش هم در نظر بگیرید. عرض کردم بحث تکنیکالش هم در آینده خدمتون گفته خواهد شد. امیدوارم این که این ویدیوی کوتاه براتون مفید حاصل بشه. در پناه هم و خدا نگهدار.